شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر هلاکویی. سلام، بفرمایید عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه باتون صحبت میکنم. من خیلی وقت شما رو میگیرم ولی متاسفانه تا الان بهتون وصل نشدم. آقای دکتر، من مزاحمتون شدم، یه سری سوالات راجب خودم و زندگیم ازتون بشم. اول میخواستم یه هیستوری کوچیکی از گذشته خودم بگم بهتون. من 36 سالمه و فرزند اول هستم توی خانواده ای که یه خواهر دارم که از من 4 سال و نیم کوچیک داره. بعد تو سن 12 سالگی پدرم رو از دست دادم یه حادثه تصادف و بعد از اون با مادرم زندگی کردم. مادر من قبل از این که پدرم فوت بشه رابطه‌شون با پدرم در حالت یه حالت مطیع داشته همیشه. هیچ وقت خودش حرفی برای گفتن نداشتن، که البته پدرم بسیار آدم خوبی بودن، ولی خب این دومینانسی رو حس می کردم من به عنوان یه بچه، که مادرم اصلا انگار که مثلا فقط اونجا بود که مثلا کار خونه رو انجام بده، یه آدم سنتی بود. بعد از فوت پدرم در واقع من خیلی تفاوت شخصیتی بین پدر و مادرم رو حس میکردم. پدرم واقعا آدم توانمندی بودن، با استعداد بودن، یه آدم کاریزماتیک بودن، در حالی که مادرم خصوصیت خاص شخصیتی نداشت ولی فقط بسیار زیبا بودن. تنها خصوصیت پازیتیوشون هم بعد از فوت پدرم، مادر من به طور پنهانی با خیلی از افراد خانواده پدریم، نه تقریبا میتونم میگم با 2 یا 3 نفر از افراد خانواده پدریم رابطه داشت. آقا از افراد خانواده پدری یعنی چی؟ آیا اونا همسر داشتن یا نداشتن؟ اولشون همسر نداشت، مثلا حدود یک تقریبا بعد از اینکه هنوز مثلا بعد از 2-3 ماه بعد از فوت پدرم با یک نفر رابطه داشتن. چون الان روی خط هستم نمیتونم وارد، من نمیخوام جزئیاتم بگید اصلا، ولی اولشون همسر نداشت و این رابطه خیلی طول نکشید، مثلا شاید کمتر از 1 سال شد. بعد شما از کجا اینو مثلا مطمئن بودید و خبر داشتید؟ من دیده بودم آقای دکتر و حس میکردم، از چون ایشون فامیل نزدیک من بودن هم بیشتر وقت میکردم به ما سر میزدن. بعد من از طرز صحبت کردنشون متوجه میشدم. اوکی. یکی دو دفعه هم خودم دیدم رابطه داشتم، دیدم که مثلا در حال دیدن هم ولی من نمیدونم چرا اصلا دل نمیکردم به کسی بگم آقای دکتر، خجالت میکشیدم. بعد از یه مدت که مثلا رابطهشون با این آدم قطع شد و ایشون ازدواج کردن، بعد از اینکه ایشون ازدواج کردن هیچ رابطه‌ای با هم نداشتن، کاملا قطع شد و انگار که اصلا رابطه‌ای وجود نداشت. بعد با یک آدم دیگه تو همین فامیل ما مادرم دوستان رابطه دوباره داشتن، ایشون هم از فامیلای خیلی نزدیک پدرم بودن و این رابطه سالها طول کشید آقای دکتر. و این آدم دوم زن داشتن، یعنی ازدواج کرده بودن و بچه و فرزند داشتن. و من دوباره متوجه می شدم، من فقط نمیدونم چرا، مثلا خواهر کوچیکتر من شاید چون خیلی کوچیکتر بود اصلا متوجه نمی شد، ولی من تمام این رابطه های پنهانی و این دروغگویا و این فیلم مثلا این نمایش هایی که مثلا که انگار هیچی نبود و من متوجه می شدم و خیلی زجر می کشیدم آقای دکتر. بعد من یه جوری خیال پرداز شده بودم، یعنی انقدر ناراحت می شدم که فقط همشه توی اتاق خودم می رفتم و مثلا باید دنیا رویا می شدم و واقعیت دور بر خودم رو حس نمی کردم، یه حالت معتادگونه داشتم. بعد به خاطر همینم خیلی رو درستم تمرکز نداشتم، درس نمی خوندم، اصلا درس نمی خوندم، ولی خب شاگرد خوبه بودم، مثلا شاگرد اول کلاس هم نبودم ولی نمره هم همیشه خوب بود، چون که دیپلوم هم رو گرفتم. ولی متاسفانه
سال اول دانشگاه قبول نشدم، ولی سال دوم قبول شدم. دو تا رشته قبول شدم، یه رشته فنی و یه رشته زبان انگلیسی، که زبان انگلیسی دانشگاه سرسری بود، ولی اون رشته مثلا یک رشته مهندسی بود که من خیلی علاقه داشتم. من خیلی درس نمی خونم، ولی نمرات درس این جز به جز تقریبا خیلی خوب بودن و فکر میکردم خیلی پیشرفت میکنم اگه تو این رشته فنی برم، ولی به خاطر اینکه حجم درس کنکور همه با هم نمیتونستم جواب بدم به همه سالا، نمره خیلی خوب ندارم. بعد آقای دکتر، من 19 سالم که بود، یکی از افراد خانواده پدریم، یکم دورتر از ما توی شهر کوچیک زندگی میکردیم، بهتون بگم تقریبا همه فامیل، همه کسی که دور اطرافمون بودن خانواده ما رو میشناختن، تقریبا خانواده شهر سرشناسی بودیم توی یک شهر کوچیک. و میدونیم که من نمیدونم از این اتفاقاتی که توی خونمون میافتاد احساس خجالت و شرم شدید میکردم و فکر میکردم که اگه مثلا یک نفر این موضوع رو بفهمه مثلا من یک گناه بزرگی کردم. و در ضمن خیلی هم هرشنوی داشتم نسبت به مادرم، چون همیشه به من و خواهرم و یه جورایی سرکوفت میزد که انگار مثلا اون به خاطر ما ازدواج نکرده و مثلا زندگیشو و عمرشو حرم ما کرده. و من یه احساس مدیونی همیشه نسبت به مادرم داشتم، یه احساس دین میکردم به مادرم. بعد از اینکه من مثلا در سن 20 سالم بود آقای دکتر که دانشگاه قبول، 19 سالم بود که دانشگاه قبول شدم، میخواستم برم دانشگاه. همزمان قبل از اینکه من برم دانشگاه، یکی از این فامیلای پدریم، یه پسر از خودم 6 سال بزرگتر بودن، اومدن و از من خواستگاری کردن و یک صورتی بود که خودش رو خیلی عاشق پیشه نشون میداد و به همه فامیلمون، مثلا تک تک فامیل ما رو باشون صحبت کرد که من عاشق این خانم هستم و اگه با من از من قول میدم خوشبختش کنم. به هر حال با مادرم هم برای اینکه یه جوری راحت بشه از درد من، از دست ما که مثلا ما دو تا دختر بودیم و حس میکرد که نمیتونه ازدواج کنه، یعنی نمیتونه، دوست داشت که مثلا یه نفر، یک مردی به قول یه عنصر مذکری وارد این خونه بشه که یکم مثلا بهشون خدمت کنن، خرید کنن و از اینجور هست. به هر حال به هر صورتی بودن، من علی رغم این که اصلا این آدم ایدئال خودم بودم یا اصلا به ازدواج فکر کنم با این آدم، نمیدونم چرا اصلا خیلی مقاومتم خودم نکردم و با این آدم ازدواج کردم. و از روزی که من با این آدم ازدواج کردم، چند سالتون بود اون موقع عزیزی؟ 20 سال؟ من 21 سالم بود. اوکی، اون آقا چند سالش بود؟ اون 26 سالش، مثلا 6 سال از من بزرگتر بود. مثلا فرض کنید من 20 قبل از 20 سال خوبه، مهم نیست، 26 سال خوبه. اوکی، ولی درس و اینا چه خونده و چه کارش چه بود؟ مهندسی مکانیک خونده بودم. آیا درآمدی داشت که زندگی اقتصادیتون رو بچرخونه؟ آقای دکتر، من مثلا وقتی که پدرم فوت شده بود، ما یه خونه ای به ارث برده بودیم که مثلا تو منطقه خوب شهرمون، مثلا حقوق پدرمو دریافت می‌کردیم، مادرم هم سر کار می‌رفت و حقوق تقریبا خوب، نسبتا خوبی داشت. بلاز اقتصادی خانواده ما نه، من الان کاری به اون ندارم، من راجع چون یه ذره وقتمون کم عزیز، نمیخوام برم. بله، شوهر سر کار میرفتن ولی تازه در جا بعد از اینکه فارغ التحصیل بودن شده بودن، تازه شروع کردم. تازه شروع کرده بودم به کار. ولی آقای دکتر، پس چون وقت نداریم، من یکم سریعتر بهتون میگم که این آقا توی خانواده بزرگ شده بودن که پدرشون معتاد بودن، پدرشون هم مرتب مادرشون رو کتک میزدن و فحش و ناسزا میگفتن که اصلا تو خانواده ایشون انگار این چیزا هیچ مسئله نبود. من با اینکه این مشکلات داشتم، ولی هیچ وقت مثلا به شخصیتم توهین نشده بود یا یه فحش و اینجور چیزا نشده بودم، ولی از وقتی که با این آقا زندگی کردم، اینقدر چون خشمگین بودن، عصبانی بودن و بسیار مهطلب بودن، در صورتی که من اصلا مهطلب نمیدونم، شاید هم بودم نمیدونم، ولی من یه مدل دیگه بودم، کاملا شخصیتمون با هم فرق میکرد. همیشه با هم دعوا داشتیم و همیشه میخواستم ازشون جدا بشم، تا اینکه من بچه دار شدم. بعد از پنج سال که با ایشون زندگی کردم، بچه دار شدم
و همزمانم در دانشگاه میرفتم. همزمان دانشگاه میرفتم، مثلا لیسانس هم که تموم کرده بودم، من وارد شدم که امتحان فوق لیسانس داشتم، وارد شده بودم و اینا. بعد فوق لیسانس شکر کردم و قبول شدم، توی تهران قبول شدم، اما توی شهر دیگه بودیم. توی این مدت اینقدر من تو خونه مشکل داشتم که نمیدونم، حس میکردم این یه رمز کلید رهایی منه، چون این همسر من خیلی منو تحقیرم میکرد و حس میکردم که واقعا نیاز دارم ایندیپندنت بشم، نیاز دارم خودم اونقدر مدرک تحصیلیم بالا بشه که برم سر کار و اصلا وابستگی به این آدم نشه بشم، چون من کار نمیکردم، ایشون کار میکردم. ولی خب تو خونه پدری من زندگی میکردیم، مثلا خونه ما سه طبقه داشت، توی یکی از طبقه خونه پدری من زندگی میکردیم. بعد کلی تحقیر شدم و اینا، ولی همزمان درسم رو میخونم و خیلی غرق شده بودم توی درس خوندن، یعنی سعی کرده بودم خیلی درس بخونم که این مشکلاتی که من با این آقا دارم فراموش کنم. این مدت بچه من مادرم ازش نگهداری میکرد، همزمان ایشون بازنشست شده بودن که مراقبت میکردن از بچه. من که توی هفته مثلا چند روزشو میرفتم تهران میومدم، چون که دانشجو بودم، چند روز خونه خودم برمیگشتم شخص خودم توی هفته. بعد از یه مدت متوجه شدم که این آقا، این مادرم با همسر خودم هم رابطه داره و خیلی حالم خراب شد و دیگه نمیتونستم اینو تحمل کنم. که این قضیه رو به یکی از فامیلامون که خیلی بهش اعتماد داشتم، یه خانومی عمم بهشون گفتم و بهشون گفتم که من که حتی اینقدر برایشون عجیب بود، چون مادر من یک آدمی بود که خیلی دو چهره بود، مثلا از این ور چادر سرش میکرد و مهمونی میداد و تظاهر و اینا، به هیچ که باورش نمیشد که این خانوم در واقع چه آدم. که من اصلا فکر میکردم اگه من اینو بگم هیچ که حرف منو باور نمیکنه. و این خانم عمه من که من بهشون قضیه رو گفتم، گفتش که خیلی شانس آوردی نگفتی، چون همونجا تو رو میکشتن از ترس آبروی خودش یا هیچی بسر میشه. در حال آقای دکتر، من از کشور خارج شدم، اومدم اروپا. بدونی که از همسر جدا بشی؟ نه، هنوز جدا نشده. با هم اومدیم مسافرت که به یکی از اقسام اون سر بزنیم و من یه جور رفتار کردم که اینا متوجه نشن که من قضیه رو. من اومدم اینجا و بر نگشتم، اومدم خارج از کشور و بر نگشتم. الان 7 ساله که من اروپا زندگی میکنم. وقتی که اومدم اروپا همه قضیه رو گفتم و بهشون گفتم که من دیگه نمیخوام با شما نمیخوام زندگی کنم، من نمیخوام اصلا ببینم اتون، اصلا زندگی من بریدون. ولی من خیلی نگران دخترم بودم، چون بچه من اون موقع 2 سالش بود. البته خب من درسم خونم ولی مدرکم رو نگرفتم، مدرک تحصیلیم رو نگرفتم. الان 7 سالی هست که اینجا زندگی میکنم. همسرتون زبان این کشور رو یاد گرفتم. نه سب کنین، همسرتون شما رو طلاق داد و رفت، یا رفت ایران طلاق نه. داد؟ اول رفت بعد دوباره برگشت. بعد برگشت و تو یکی از این کشورهایی که خیلی دور نیست، همسایه این کشوری که من زندگی میکنم، زندگی شروع کرد و میتونم بهتون بگم که هیچ وقت قبول نکرد که چنین کاری رو کرده. و هم مادرم هم همسرم گفتن که من روانیم، یعنی یه جور جا دادن که برای که آبروی خودشون رو حفظ کنن، گفتن که آره این دچار هالوسینیشن شده و همیشه آدم مشکوکی و به همه شک داره و از این اینجوری چهره خودش مثلا سخته هم دارد. در حال همسر سابقم توی کشور دیگه شروع کرد به زندگی کردن و گفتش که من بر نمیگردم، چون که بچه من اینجاست. و بهتون بگم که اون مدت مثلا 7-8 ماه ایران بودن وقتی من اینجا بودم و همه به من گفتن یه حالت دیوانگی به خودش گرفته و سر کار نمیره. و توی ایران یه جور جا زدن که مثلا من یه آدم کلاشتیم و این اتفاقات افتاد و من مثلا قالش گذاشتم شوهرم، ولی در واقع حقیقت اینطور نبود. و من اصلا حوصله توضیح دادن این قضیه رو برای کسی نداشتم.
الان یه 7 سالی میشه که اروپا زندگی میکنم با دخترم. دخترم با من زندگی میکنه و همسر سابقم توی کشوری نزدیک کشوری که من زندگی آیا با میکنم. شما در تماس و ارتباط هست یا نیست؟ قبلا نبود، یعنی تا مدت 2-3 سال هیچ ارتباطی با هم نداشتیم. بعدش به خاطر بچه دوباره من اجازه دادم که مثلا پدرش رو ببینه هر 2 هفته یه بار و وسط مثلا تعطیلات مدرسه، نصف اونا نصف تعطیلات مدرسه اومدم میبینم. خب که البته این وسط آقای دکتر زندگی که من داشتم خیلی پرتلاتون بوده، با یک عالم دعوای فامیلی و در مورد جدا شدن من از همسرم و حرفایی که مثلا من زده بودم، یعنی حقایقی که من گفته بودم و اینقدر این حقایق شرم‌آور بود که مثلا من خودم دوستشم فکر کنم که اشتباه کردم. خواهر کوچکتر شما هم اینا رو هم بعد از حتی میدونم در کودکی نه ولی بعدا تا حدودی متوجه شد، پذیرفت. بله بله بعدا تا حدودی متوجه شد. بعد اینکه چون که بعد از اینکه ما همسر سابق من با مادرم دوتایی خارج شدن از کشور اومدن که ثابت کنن که اینا بیگناه بودن و به هر حال که بعد از یه مدت که ما مادر من سرطان گرفت و ما رفته بودیم خونش، تو کامپیوترش مادرم متوجه شدیم که همسر سابق من تو این مدتی که مادرم اینجاست مثلا روزایی که ما نمیدونستیم میومده و مثلا 2 روز 3 روز میمونده خونه مادرم. حالا در حال که اینا به حال من دادگاه داشتم بر علیه من، مادرم اومد دادگاه به نفع همسرم رایی. به هر حال دادگاه برای چی؟ برای هزانت کودک؟ بله که البته موفق نشدن، یعنی دادگاه هم حقو به من دارم. کامل من هزانت کامل بچه رو من دارم، به همین دلیل هم میتونستم بگم که اصلا نه بچه رو دونه و رأی دادگاه هم به این دلیل بود که پدرش توی کشور دیگه هست، یعنی عملا نمیتونه هزانت داشته بود. و حال آقای دکتر من الان بچه هم 10 سالشه. بهتون بگم که من توی مدت سال اول زبان خوندم، از سال دوم شروع کردم اینجا کار کردن توی یه اداره که با خارجی ها اداره اینتگریشن اینجا کار کردن شروع کردم. الان هم هنوزم همون اداره مشغول دارم، بچه هم مدرسه میره و توی من اینجا میتونم بهتون بگم تقریبا آداپته شدم، یعنی سعی کردم گذشتم و فراموش کنم کامل، یعنی اصلا به مادرم فکر نمی کنم، باش هیچ ارتباطی ندارم. ولی خب این پدر سابق بچه اجازه نمیده چون خیلی میاد و مخصوصا من یک سالی میشه که با یک آقای آشنا شدم که اینجایی هستن، مال همین کشوری هستن که من توی زندگی میکنم، اروپایی هستن و رابطه داریم با هم، رابطه همونم جدیه. ایشون چند سالشه این آقا؟ 42 سالش. فرزندی دارن؟ ازدواج نه تا حالا ازدواج هم بعد آقای دکتر من الان 2 تا سوال دارم، سوال اصلی دارم که تقریبا به هم مربوط میشن این سوالا. یکی اینکه اصلی ترین سوالم در مورد بچه‌مه، چون واقعا عاشق پدرش، یعنی از وقتی که بچه بسیار باهوشیه، یعنی از وقتی که خودش رو شناخته، یعنی من همینجوری نگاه میکنم مقایسش میکنم با بچه های همسن خودش، با خود هم بعضی وقت خودم میمونم که این بچه چجوری یه چیزایی از گذشته یادش میاد که مثلا از 2 سال و نیمه بوده که یه اتفاق افتاده یادش میاد. یا اینکه و این پدرش هم هر وقتی که میاد بچه رو میبینه، حالا به من خیانت کرده ولی واقعا عاشقانه بچهش رو دوست داره، یعنی این همه راه رو بلند میشه میاد بچه رو میبره میاره هر وقت بچه باشه. البته دوستی خاله خرسه هست، چون اونقدر آدم تفاهم و دانه ای نیست،
بچه رو میاره میبره با خودش، هر چیزی که میخواد بر بچه رو میگیره، تقریبا لوسش میکنه، از اون لحظه که میرسه باش بازی میکنه. خب من حالا اونا به نظر اشکالی خودم نداره. خیلی مادر خوبی نبودم نه از حالا دیدن، چون نه بیاد ببین من 6-7 دقیقه وقت داشتم. نه وارد اون بحثا نشید. به هر حال اینکه پدر یا مادر خوب باشن، چون بچه راحت تره و احساس میکنه که یه کسی هست که هم خوبه هم دوستش داره، ضرری به اون نمیرسه. حالا در جدالی که شما داشتید اون تمام شده رفته، بنابراین مهم نیست که چه میکنه و اینکه دوستش میکنه یا نمیکنم. خیلی موضوع مطمئنی نیستیم که این کارا غلط است و بد. به هر حال پدرش از یه فرصت ها و امکاناتی داره استفاده میکنه و دخترش هم خوشحال و راضیه. به قول شما هم دخترم پدرش رو دوست داره. خب حالا میخواید از این چه پرسشی یا چه نتیجه بگیرید؟ بله آی دکتر، من موضوع اینه که من 6-7 ماه اول که با این دوستی که الان دارم آشنا شدم، از بچه‌ام خواستم که به پدرش چیز نگه که من با کسی رابطه دارم. بعد از اینکه مطمئن شدم که مثلا رابطه جدیه و بعد از 4 ماه این آقا رو به بچه‌ام معرفی کردم. بعد از اینکه یه مسافرتی هم با هم رفتیم که مثلا من ببینم چه کنم، ببینم رابطهشون چجوریه، یا مثلا به نظر من آدم خوب میاد، چیزایی که من میخوام خیلی نه هم مثلا 80% میاری که من میخوام در ولی بچه بعد از اینکه به پدرش گفت، بچه رو برداشت و برد به مدت 10 روز برش نگرد و گفتش که من نمیخوام بچه‌ام با یک مرد غریبه ای زیر یک سقف باشه، همون دیدگاه سنتی همیشه ایش. و خانواده منم که اینجان، یه بخشی از خانواده من تو همین کشور زندگی میکنه، ازش حمایت کردن، چون اونا هم تقریبا مردن همشون، که همشون گفتن که آره این آدم نامحرمه به بچه تو و بهتر بچه بابا باشه. نه صبر کنید صبر کنید، بیاد فرض رو بر این بگیریم که حرفای شما درسته. اون مردمانی که مادری که بعد از فوت شوهرش با مردای مختلفه و حتی که همسر دارن، مادری که بعدن با دامادش رابطه برقرار میکنه، حالا اون کسانی که اگر این رو قبول دارن یا درست میدونن دیگه بهتره ساکت بشن که در باره محرم و نامحرم حرف میزنن. حالا بیاد بریم سراغ شما. چه اهمیت شما تو اروپایید 7 سال اینجا؟ واقعا آقای دکتر برای من هیچ اهمیتی نداره. پس بنابراین با هیچ کدومشون رابطه ندارم، ولی موضوع من بچه‌مه آقای دکتر. اون بچه شدیداً میخواد با پدرش باشه و پدرش بچه‌رو تحریک میکنه. میخواد میخواد با پدرش باشه، یعنی چی؟ یعنی ترجیح میده با پدرش بره زندگی بله. کنه. خب و شما فکر کنید پدرش توان اداره کردن دخترتون رو داره؟ از لحاظ نه نه سو کلا همه چیز یعنی اینکه فکر میکنم توان اداره کردنش رو داره آقای دکتر، ولی من به این آدم تراست ندارم، به خاطر اینکه بچه من یه دختره و این آدم یه آدم خیلی سنتیه و واقعا یه آدم عصبانی مهربانیه که من اصلا شخصیتش تایید نمی‌کنم. خیلی خب، ببینید بیاد به من توضیح ندید. شما اگر فکر میکنید رفتن فرزندتون پهلوی پدرش به دخترتون آسیب میزنه و برای او ضرر و زیان داره، پاش بیست. اگر فکر میکنید نه به هر حال جنبه‌های مثبت و منفی دارم، طور که با شما باشه جنبه‌های مثبت و منفی داره، ضمناً پدرش در این رابطه‌ای که شما دارید اخلال و اختلال به وجود میاره، شما به هر حال قرار است او رو بپذیرید. گزینه دیگه ای هم دارید که میدونم این براتون قابل قبول نیست، که اون رابطه رو با این آقا یا قطع کنید یا پنهان کنید که مسئله ای نباشه. نه آقای دکتر، من که نمیتونم پنهان کنم رابطه رو. من درباره و این که اگه بخوام رابطه‌مو قطع کنم، انگار که اونا برای زندگی من برای بار چندم تصمیم نه، گرفتن. نه عزیزم بیا لجبازی نکنید. من برای زندگیم یه آدمی تفنگ میذاره تو سرم، برای من زندگیم تصمیم میگیره، بچه‌م هم جلو من میکشه. من که نمیتونم بگم نمیخوام اجازه بدم. اجازهش دست شما نیست. منم سوالم از شما مشخصه. سوال من این است که اگر فکر میکنید دخترتون کنار اون مرد آسیب میبینه، دخترتون به هم میریزه، از نظر روانی براش سخت است و مسئله است، حالا پدرش سنتی است غیر سنتی است هرچی هست مسئله من نیست، اون پدر سنتی هم فهمیدیم سنتی یعنی چی، اگر چنینه مقاومت کنید بچه رو بشنه.
اگر شما فکر میکنید با پدرش باشه جنبه مثبت و منفی داره با شما هم همینطوره، بذارید اونجا هم بره. فکر میکنم اگه با پدرش باشه جنبه مثبت و منفی داره، خب نداره، ولی حال مقایسه فکر نمیکنم اونقدر آسیب ببینه اگه با پدرش باشه. اگر خیلی براش کر میکنه. خیلی خب منم عزیزم به من تو جواب ندید، بلکه من وقت بیشتر از 2 دقیقه ندارم. من جواب شما رو نمیخوام، من میخوام بگم شما خودتون باید به خودتون جواب بدید. یعنی شما اینجا یه مسئله مطرحی، خیر و صلاح فرزندتون، خیر و صلاح فرزندتون هم با بدی همسر سابقتون یا پدرش هم همراهه، یعنی اونم به حساب میاد، هم بدیش روی دخترتون اثر بذاره، هم بدیش با شما بازی در بیاره، هم بدیش اگر شما دختر برای خودتون نگه دارید، چون بهتر است که پدرش رو ببینه، پدرش با تحریکاتی که میکنه زندگی شما رو به هم میریزه، خود دخترم آسیب میبینه. یعنی اگر پدر از دخترش به عنوان کارت برای کوبیدن شما یا پیش بردن هدفها یا اعتقاداتش استفاده میکنه، او داره دخترش رو آتش میزنه برای که خودش رو گرم کنه یا شما رو بسوزونه. بنابراین تو این گونه موارد دیگه اینکه کی برای من تصمیم میگیره، من نمیخوام، نمیدونم اینجا فلانه، رها کنید عزیز. شما با یه واقعیتی روبرو هستید که قرار است مقایسه کنید، که شما این مجموعه رو میخواید که اگر برایندش رو بگیرید فایدهش یا ضررش 5، مجموعه دیگر رو که به شما مرتبطه فرایند و نمیدونم برایندش اگر 8 یا 2، باید مقایسه کنید که کدامش صلاح فرزندتونه، بر اون مبنا عمل کنید. به علاوه بسیاری از این تصمیمات تصمیمات بلند مدت همیشگی نیستن، بنابراین ای بسا بعد از یه مدتی شما نظرتون عوض بشه، یا دختر نخواد با پدرش باشه، یا پدر دختر رو نخواد، اگر تازه بدید. اگر با خودتون نگه دارید، ای بسا مسائل و مشکلات روانی پیدا کنه، ای بسا پدر با توطئه هایی که میکنه گرفتاری هایی به وجود بیاره و مسئله آفرین باشه. بنابراین شما قراره از فرزندتون که تا به حال محافظت کردید، محافظت و مراقبت کنید، او میشه اول، دوم میشه خودتون. اما اینکه برای من تصمیم بگیرن و پشت سرم حرف میزنن نمیزنن، اون رو رها کنید. من فکر کنم مطلب به مقدار زیادی روشنه. به من نمیخوام به شما بگم تصمیم ساده ایه، نمیخوام بگم شما اطلاعات لازم رو دارید، برای که بسیار از اینا احتمالی و مربوط به آینده هست، ولی به هر حال چاره غیر از این ندارید عزیز. و من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، اون همه کوشش کردم که حاشیه نریم، به خاطر این بود، اینکه در خصوص بچه مشخصه. یه دقیقه وقت دارم، بگید پرسش دیگه تون چیه، شاید من همینجوری جواب بدم اگر چیزی هست. دیگم راجع به این رابطه‌ای که توش هستم آقای دکتر، چون این آدمی که باش رابطه دارم به نظرم خیلی آدم ایدئالیه، ولی من خودم حس میکنم هنوز یکم آدم مشکوکی هستم، اونم به دلیل اتفاقاتی. من کاری به اون ندارم، من کاری ندارم. شما نه قراره با توجه به شرایطتون با سرعت با این آدم ازدواج کنید، نه قراره بچه دار بشید، بلکه هیچ کدومش از اینا، درستی صبر کنید، رابطه رو میخواید ادامه بدید، تصمیم جدی نهایی رو در خصوص ایشون هم نگیرید تا ببینید چه میشه عزیز. صبر کنید، حداقل 1-2 سالی به خودتون تو این زمینه هم فرصت بدید، اگر خواستی رابطه رو نگه دارید. من ناچار باید خدافظی کنم برای که به آخر وقتم رسید. به هر حال خوشحال شدم. ممنونم آقای دکتر، مرسی که وقتتون رو گذاشتید.